امروز برای شما عزیزان یک دستور بسیار بسیار عالی رو از یکی از نام‌های بزرگ خداوند، نام یار نافع، تدارک دیدم که انشالله با هم در طول کلیپ اون رو بررسی خواهیم کرد و دعوتش رو آموزش خواهم داد. این نام، نام بسیار بزرگی هست از نام‌های پربرکت خداوند. با من در ادامه همراه باشید و اگر قرار هست که یه چیز رو یاد بگیرید دوستان، ثانیه به ثانیه همراهی بکنید تا دیگه سوالی از چیزی که توضیح دادم نپرسید. بریم در ادامه همراه من باشید. با نام و یاد حضرت حی، ایزد متعال، دادار پایدار، حی قدوس، با درود و عرض ارادت خدمت تک تک شما همزبانان، هموطنان، همراهان، علم‌آموزان و رهپویان و رهجویان کانال، امیدوارم در هر کجا که هستی، چه در کنار خانواده محترمتون، در موتن وطن خودتون و اگر دور از خاک خودتون هستید در غربت سلامت باشید. و عزیزان، همواره یک مطلب رو به شما در هر جلسه تکرار کردم و اون این هست که برای اینکه نور و قدرت حضرت حی سریع‌تر بر شما باز بشه، یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین فوت‌های کوزه‌گریش همین خدمت به پدر مادر هست، احترام به پدر مادر هست. به کوچکترها حتی احترام بکنید دوستان، اصلا غرور و منیت رو بیجا رو از خودتون دور بکنید. این خیلی خیلی مهم هست، باید یادتون نری. عزیزان و دوستان، اون عزیزانی هم که بزرگترهاشون رو از دست دادن، خداوند انشالله که قرین نور و رحمت خودش بکنه و دعای اون رو حتی زمانی که از شما دور هم هستن بدرقی راهتون کن. سپاسگزارم از تمام عزیزانی که ما رو همراهی کردن، لایک میکنن، کامنت میگذارن و با این کار کمک بسیار بزرگی برای دیده شدن کانال، برای بزرگتر شدن کانال به ما میکنن و زحماتی که ما اینجا میکشیم، بالاخره هیچ کاری، هیچ تولید محتوایی بدون زحمت نیست عزیزان. مخصوصا این دروسی که خودتون میدونید، این دروس دست هر کسی نیست و واقعا اگر انسان بخواد یک جایی بره، کلاسی ببینه، باید چه پولها که خرج بکنه بماند که اصول رو یاد نمیدن به انسان. ولی ما اینجا به صورت رایگان، باور بکنید که اصلا بدون هیچ منتی و بدون هیچ چیزی این رو به شما آموزش میدیم و دعا میکنیم که سریعتر به نتیجه برسید انشاءالله. شما هم از یک لایک، از یک کامنت، از شیر کلیپ، عزیزانی که در خارج هستن میتونن با حتی مبلغ کوچیکی از طریق پیپل به کانال کمک بکنن، حتما این کار رو انجام بدید، چون این کانال کانال خودتون هست. دیگر کانال های ما هم که لینکاش در دیسکریپشن و روی تصویر میاد، اونها رو هم فالو بکنید برای اینکه به ما هم انرژی بدید و کانال های ما بزرگتر بشه انشاءالله. خب بریم سراغ آموزش و آموزش رو با همدیگه انشاءالله پیش ببریم. همونجور که گفتم، این نام یا نافع یکی از بزرگترین نام های خداوند یگانه است. از نفع میاد دیگه، از نفع و یاری رساندن. دوست، وقتی که شما میخواید در یک اموری نفع بهتون برسه، برکت بهتون برسه، یاری برسه، از این نام عظیم باید استفاده بکنید. حالا بماند که خیلی از عزیزان، خیلی از بزرگواران نامهای زیادی از نامهای خداوند رو استفاده میکنن، اصلا و اصلا مشکلی نداره که شما هر نامی رو بخواید استفاده بکنید. اما عرض میکنم که این نام یکی از چیزهایی که داره یه مقداری با بقیه فرق میکنه. حالا بهتون توضیح میدم. اولا که بدانید این نام عزیزان جلالیست و عزیزانی که تا اکنون به هیچ وجه، هیچ دوره یا چله یا دعوت نگرفتند، بهتر است این دعوت را نگیرند. علتش هم به شما میگم. چرا عزیزان؟ گاهن شاید برای شما اتفاق افتاده باشه که یک نامی رو یا یک ذکری رو میگیرید، مغناطیسش سنگین هست. خیلی ها میگن آقا ما ذکری رو میگیریم مثلا سنگین شده مون. عزیزان، اون مغناطیس این ذکر هست. این ذکر
مغناطیس سنگینی دارد عزیزم. و همین دلیلی که شما چون نام جلالیست عزیزم، این نام نام جلالیست و سنگین است، برای همون اگر خیلی از عزیزان حالا میخواید گوش بدید، گوش بدید، این رو یادداشت بکنید، گوش بدید، این رو در ذهنتون داشته باشید، انشالله برنامه های دعوت های دیگه ای رو یا چله های دیگه یا چله ذکر رو تا حالا گرفتید اجرا بکنید. اگر چله نگرفتید یا دعوت نکردید یا به هیچ وجه این کارها رو انجام ندادید، از بسم الله میخواد برین سراغ این کار رو انجام ندید عزیزان. نه اینکه آسیب بهتون بخوره، خیر، سنگین میشید. و این چون عرض میکنم مغناطیس سنگینی داره، نام جلالیست. پرهیز این عمل نیز جلالیست. حالا پرهیز جلالی چیه دوستان؟ پرهیز جلالی، بنده در یک کلیپ در مورد پرهیزات صحبت کردم که این کلیپ رو شما میتونید برید از تو کانال پیدا بکنید و از تو کانال این رو گوش بدید، ببینید پرهیز جمالی و جلالی چیست. خب این نام عزیزان، این نام آبیست. این نام چیه؟ آبیست. خب خود دوستان میدونن نام هایی که آبی باشن معمولا یه مقداری به دلیل اینکه آب هم خاک داره، هم باد داره، هم آتش و اینها اندازاش کم، یعنی در تنها طبعی که سرشار از همه اینهاست و هر کدوم رو به اندازه، مثلا خاکش خیلی زیاده، بادش کمتره و آتش خیلی از همه کمتره و تمام طبایی رو در داخل خودش داره، طبع آب هست. و کسانی که آبی هستن برای همین در قدرتمند بودن در علوم غربی مقدار دستشون بازتر هست. خب حالا بریم سراغ چی دوستان؟ بریم سراغ آموزش. پس یادتون نره دیگه، این نام نام جلالی است و چون نام جلالی هست عزیزان و آبی است، اگر کسی تا حالا انجام نداده عملی رو، سعی بکنید که انجام ندید، بهتر برای خودتون بهتر هست. خب حالا بریم سراغ آموزشش. این عمل دوستان 40 روز است. 40 روز است. یه چیزی من در مورد این عمل بهتون بگم عزیزان، عملی که فوق هست، این عمل حتما باید در یک مکان تنها انجام شود. حتما باید در یک مکان تنها این رو انجام بدید و نمی شود که در عموم باشد. حالا عزیزان بعضی موقع میبینید که من یه چیزها رو میذارم و میگم آقا مثلا شما الان میتونید این رو جلو جمع هم انجام بدید و بیشتر خطوم هست، اما این عمل 100% باید در کجا باشه؟ در خلوت باشه. این عمل هم خط مندل دارد، هم تحسین، هم اسراف. هم تحسین، هم اسراف، هم خط مندل داره. تمام اینها عزیزان باید این رو داشته باشه. حالا یه چیزی من الان این لابلا بگم و تا این رو میگم، شما اگر کلیپ رو لایک نکردید حتما یه لایک انجام بدید، برای اینکه به ما خیلی کمک میتونید بکنید کانال بزرگتر بشه و انرژی هم بدید و کامنت و اینها شیر هم یادتون نره عزیزان. سابسکرایب هم اگر نکردید همین الان سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید حتما. عملی که میباید من بهتون بگم این هست عزیزان، از من خواستن که خب بعضی از عزیزان اومدن گفتن که به ادمین گفتن که اگر خود ایشون چاقو یا اصطلاحاً چاقوی مندل و اینها دارن، من عزیزان به دلیل اینکه چند نفر از دوستان درخواست کردن برای چاقوی مندل اقدام خواهم کرد. البته چاقویی که من خودم دارم تراش خورده است، حکاکی شده است و خب عزیزانی که میخوان هم در تلگرام حتما و حتما به ادمین بگن سفارش چاقو رو بدن، ادمینش راهنمایی میکنه برای اینکه شما اصطلاحا بتونید چاقو رو تهیه بکنید و باید در یه زمان سعد بنده اون رو حکاکی بکنم برای عزیزانی که میخوان دیگه اون چاقو برای همیشه عمرتون، بنده هم براش چیزی میخونم و همراهتون میتونید داشته باشید برای هر کارتون انشالله در آینده.
خب این از این. پس یادتون نره دیگه، خط مندل باید بکشید، تحسین باید بخونید، خط مندلتون هم دیگه عزیزان یادتون نره، از 7 خط و 7 آیت الکرسی. پس 7 خط و 7 آیت الکرسی. خب مطلب دیگه‌ای که باید بدونید عزیزان این هست، شما بخور دارید، بخورتون کندور به اضافه سندروس به اضافه سپند یا اسپند یا سپند، منتها این دوتا رو حتما باید داشته باشید، سپند رو نداشتید مشکلی نداره عزیزان، پس این رو هم به خاطر بسپارید، این برای بخورتون هست. اما شما وارد اتاق شدید، خب صبح قبل از عمل دیگه مثل همیشه، آفرین بر شما اونهایی که میگن صبح قبل از عملتون غسل و نیت حتمی است. خب دو رکعت نماز دارید روز اول، روز اول این دو رکعت نمازتون، در رکعت اول بعد از حمد، رکعت اولتون بعد از حمد 7 مرتبه چه هست دوستان؟ سوره کوثر. و در رکعت دوم بعد از حمد باید 7 مرتبه آیت الکرسی بخونید. خب این میخونید، این فقط در روز اول هست دیگه. نیتش رو هم گفتم، نیتش این هست که دو رکعت نماز تقدیمی به انبیاء الله، به اولیاء الله، به ملائکت الله، به ملائکه بزرگ این نام عظیمی یا نافع هدیه میکنم، قربتن الی الله نمازتون رو میخونید دیگه، هدیهش هم مشخص هست. این عمل دوستان زکات هم داره. زکات شما چه هست؟ زکات شما بر اساس هر 20 روز عزیزان 14 کاسه شیر برنج، این زکات فعلیتون هست. 20 روز، هر 20 روز که گذشت یه 14 کاسه شیر برنج باید به کودک و بزرگسال بدید، هم خانم هم آقا، یعنی هم بچه هم میانسال هم بزرگسال، هم خانم هم آقا. یه زکات کلیه انشالله عملتون، اگر عمل در همان چله به نتیجه رسید، یعنی به نتیجه که منظور زمانی از شما این دعوت رو میگیرید برای یک مشکلتون، میخواید برکتی بیاد تو زندگیتون، یا کاری دارید میخواید بگیرید، جنسی دارید فروخته نمیشه، زمینی دارید فروخته نمیشه، یک کاری از این بابت، یه کاری میخواید انجام بدید، یک اصطلاحاً شغلی دارید میخواد ارتقا شغلی بگیرید، اگر برای اون چله میگیرید که بعد از 40 روز انشالله زکاتتون 20 کیلو برنج مصرفی، خب یکی هست برنج مصرفیش کیلوش 50,000 تومنه، یکی هست برنج مصرفیش کیلوش 30,000 تومنه. اگر عزیزی هستید که بسته به شغلتون یا بسته به زندگیتون از 5 کیلو تا 20 کیلو میتونید بگذارید، نه اینکه آدم متمکنی هستید چله گرفتید آخرش میاد 5 کیلو میذارید، در مورد اون آدم به اندازه اون آدمی که از نظر مالی ضعیفه شما باید همین 20 کیلو رو بذارید، ولی اون آدمی که عزیزی که هموطن یا همزبانی که وضعیت مالی خوبی نداره، متمکن نیست، 5 کیلو میذاره، 5 کیلو برنج رو مبلغش رو یا میتونید به یک زنی بدید که بچه داره، یا به یک، نهایت اگر پیدا نکردید، به یک نیازمند آقای بدید که مثلا خرج زندگیش رو نمیرسه عزیزان، به کسی دیگه ندید عزیزان، این هزار مرتبه فقط خودتون با شخصا ببرید بدید این رو. این هم از زکاتش. خب حالا میرسیم به اینکه شما باید عمل رو چی بخونید. خب وقتی وارد شدید خط مندل رو کشیدید و اینجا بخورتون هست، اینجا نشستید، شم رو هم میذارید اینجا بیرون، و حالا یک شم یا سه شم فرقی نمیکنه، بخورتون جاش اینجاست، شما هم اینجا نشستید عزیزان. حالا باید چی بخونید؟ شما بعد از 14 صلوات مخصوص که همیشه گفتم، بعد از اون باید شروع بکنید به یک بار سوره یاسین عزیزان، یک بار سوره یاسین رو میخونید 7 مرتبه چه میخونید عزیزان؟ سوره و شمس. بعد اینکه این رو خوندید باید
چی بکنید؟ این چیزی که بهتون میگم باید بگید. یا نافع عجب به حق میکائیل، یا نافع عجب به حق میکائیل، این رو باید بگید. حالا چند بار بگید به شما میگم. پس 14 صلوات مخصوص میگید، یک بار سوره یاسین رو میخونید، یا اول 7 بار و شمس رو میخونید، فرق نداره، یک بار سوره یاسین رو میخونید بعدش، بعد میگید یا نافع عجب به حق میکائیل 552 مرتبه. عزیزان 552 مرتبه. بعد این هم دوباره 14 صلوات مخصوص، هم در ابتدا هم در انتها باید بگید یا نافع عجب به حق میکائیل. عزیزان، دوستان، بارها عزیزان از من پرسیدن که چگونه میشود ما مثلا بفهمیم که موجودی یا عزیزی همراه ماسی اومده. این شعله شم رو باید دقت بکنه. این شعله شم بیان به این ور میره، یا یهو بزرگ میشه، یا یهو کوچولو میشه، یا خیلی اینور و اونور میره به این صورت، یا دبرانی میبینید شروع میکنه به این. نشان این هست که نیرویی در اطراف شما مشغول چرخیدن هست، اما این نیروها فرق میکنه عزیزان. به هیچ وجه، بارها بهتون گفتم، به هیچ وجه با هیچ موجودی در بیرون از مندل تا اتمام عمل حرف نزنید. این ممکن هست از روز 13 به بعد شروع بشه. عزیزانی هم که خب قبلا عملیات داشتن دیگه انشالله در همون شب اول تا سوم نتیجهش رو میبینن، ولی خیلی از عزیزان که خب این مشکل براشون، حالا این جریان براشون پیش نیومده یا مشکلی براشون پیش اومده در کار و اینها ممکن هست این عزیزان ممکن است حالا چله اول هم به نتیجه نرسن، اما آثار نتایج از روز 21 دوم به بعد براشون آشکار میشه، چه در خواب چه در بیداری. عزیزانی که در این نام بزرگ خادم هستن بسیار بسیار زیادن، ولی برای شما یا 3 عزیز تشریف میاره یا 7 عزیز از حضرات بزرگوار با نور بسیار شدید، و انشالله تعالی خداوند به شما برکت میده به زندگیتون. و مطمئن هم حتی اگر عزیزی رو شما نبینید، عزیزان این چله رو اگر درست انجام بدید، من قول 1000% یا 100% 10 برابر بیشتره به شما میدم که شما به محض اینکه این کار رو انجام بدید عزیزان، زندگی شما به سمت به برکت و به سمت نور میره. پس یادتون نره عزیزان، این چله، باز هم گفتم، برای عزیزانی که تا حالا هیچ کاری نکردن اصلا توصیه نمیشه، و عزیزانی هم که حالا تا حالا چله گرفتن و اینها میتونن اجرا بکنن، یادتون نره. تمام مسائل رو من توضیح دادم و گفتم دیگه چیزی از قلم نیفتاده، فقط این رو از اول ماه قمری شروع کنید عزیزان، قمر در عقرب نباشد دیگه، این هم از این، و روزی یا یک شنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه، این هم از این، یا یک شنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه. انشالله تعالی من دعا میکنم که شما در این کار به سرعت و به برکت به این دعوت نورانی انشالله مستجاب بشید و خداوند شما رو اجابت میکنه مطمئنن. و شما برای من دعا بکنید عزیزان، کانال ها رو به شدت حمایت بکنید. بنده کانال جدیدی هم در شبکه تلویزیونی رامبل درست کردم و در اونجا هم برنامه خواهم گذاشت، اونجا رو هم حتما فالو بفرمایید. از اینکه با ما همراه هستید و به کانال حالا کمک میکنید و حمایت میکنید سپاسگزارم، و من هم دعا میکنم برای شما، شما هم دعا کنید برای من، و تا برنامه و آموزش دیگر شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یا رو یا برای شما.